و شما مجددا کوچ میکنین برمیگردین ایران با اینکه پدر مادرتون دارن اونجا زندگی میکنن و میمونید. بله. پای نظره تو اون شبای پر از تب و التهاب وایسادید. میخواید این نکته رو و این پیغام رو و این اطلاعات رو به همه مردم ایران زمین بدید. دقیقاً تو. بیش از نظره پیام هایی که اومد من رو وصل کرد. به محض اینکه ما تو قرنطینه بودم، تنها راه ارتباطم با ایرانی ها اینترنت بود. به محض اینکه وبسایت اومد بالا و پزشکا آماده بودن، همون روز اول سوال هایی اومد که زندگی نه من، تیممون رو که الان بیش از 70 نفرن که دارن روی این هدف کار میکنن متحول کرد. اولین سوالی که من خوندم، یه خانمی نوشته بودش که من 5 ماه حاملم و هرپیس دارم، یک بیماری آمیزشیه، و امروز فهمیدم جنین من تو فضایی داره بزرگ میشه که تبخاله، انقدر حالم بده که میخوام خودکشی کنم. و سوالش این بود که بعد از اینکه من قرص بخورم بمیرم، جنین من چقدر وقت بعد از دنیا میره؟ و دکتر ما خیلی راحت در چند تا جمله برش توضیح داد که چه اتفاقی افتاده. یه همون روز اول یه آقای سوال کرده بودش که من یه رابطه پرخطر داشتم و نگرانم که ایدز داشته باشم. همین سوالی که یه پزشک میپرسه اینه که رابطه پرخطرت کی بود؟ و گفت یه حدود 18 سال پیش. شما تصور کنید که یک انسانی، یک جوونی 18 سال با این ترس و وحشت بخوابه و بیدار بشه که ایدز داره و نرفته از هیچ دکتری سوال کنه. یه سوال دیگه بودش که واقعا من رو منقلب کرد، همچون وقتی میخوندم عشق میریختم. یه خانمی نوشته بود که من 32 سالمه و امروز تازه فهمیدم که HPV یا زیگل تناسلی دارم. وقتی که نوجوان بودم به من تجاوز شده. من تا تمام این سالها فکر میکردم که این زیگیل ها مثل جوش صورت یه چیز طبیعیه که هر خانومی داره و من الان که متوجه شدم انقدر دیره که به همسرم منتقل کردم. و شما تصور کنید که من تون حال بیماری که تا یه ماه قبلش 20 ساعت در روز میخوابیدم، انگیزه داشتم که باشم و هی این پیغام رو به دیگران بگم، هی پخشش کنم. همچنین آروم آروم حالم بهتر می شد تا اینکه یه روزی اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یک سوالی اومد که دیگه بعد از اون دیدم که نمیتونم به اون روش ادامه بدم. یه خانمی برگشته بود، یک بیماری که قبلا سوال کرده بود، اومد سوال کردش که سم دکتر من یادتون میاد شما به من راهنمایی کردین، من رفتم دکتر متوجه شدم که HPV داشتم، HPV من عامل سرطان دهان رحم شده و من تو سن 23 سالگی رحم و تخمدان هامو از دست دادم. و یکون لحن سوال خیلی عوض شد و اینجوری بود، خیلی شاکیش که شما تا حالا کجا بودین؟ چرا من نمیدونستم در مورد این موضوع؟ من اگه حتی یک سال زودتر میدونستم شاید الان میتونستم مادر بشم. و شما فکر کنید سلامت جنسی چیزی که مربوط فقط به خود شخص نیستش، مسئله باروریه. در سال 4 میلیون انسان تو دنیا از نعمت والدین شدن محروم میشن به خاطر بیماری های آمیزشی. این سوال آخر که خوندم و اون لحن معترض اون یاد داشت، این احساس رو به من داد که میخوام فریاد بزنم اما یه صدا، یه دستی رو گلومه، من نمیتونم. و اینجوری بودم باید برم، اینجوری کار نمیکنه، واقعا باید برم در خونه مردم رو بزنم. دکترم معتقد بود که من دیوانم به خاطر اینکه آلودگی ها وجود داره، سفر برام مناسب نیست. من اینجوری بودم که بالاخره که دارم میمیرم، حداقل برم آخرین کاری رو که باید انجام بدم. و علی‌رغم مخالفت همه اومدم ایران و از اون روز شروع کردم با دیگران صحبت کردم، تبدیل شدیم به یک تیمی که واقعا خانه به خانه، شهر به شهر، روستا به روستا داریم میریم و در مورد این موضوع صحبت میکنیم. آره، توی تصاویرم بود که شما توی مدرسه ها میرین، توی حتی مهد کودک میرین، برای بچه ها کلاس میذارین. یک جمله ای شما گفتین که یه جایی فهمیدم که چون شما درد آدم هایی که ایدز داشتن رو خیلی خوب تجربه کردید و شاید تو لحظات اول دنبال این مسیر بودین، جلوتر که میرین توی تحقیقاتون متوجه میشین که خب ویروس ها و بیماری های دیگه ای هست که به مراتب میتونه خطرناکتر باشه و داره خیلی شیوع پیدا میکنه در دنیا. درست. و باید راجع به این به مردم کشورتون آگاهی بدید. دقیقاً. و این شد مسیر بعدی شما، چیزی که دنیا باش خیلی آشناسنی، حداقل چیزی که در امریکا وجود داره اگر اشتباه شما اصلاح کنید که از هر
دو نفر در امریکا یک نفر مبتلا است و این ویروس رو داره. خیلی آمار بالایی، یعنی 50% مردم امریکا ویروس رو دارن. نکنید ویروس HPV گفتم شایع ترین ویروسه. از هر 1000 نفر در دنیا نزدیک به 4 تا خانم ایدز دارن. از هر 1000 نفر 117 تا خانم HPV دارن و HPV یک ویروسیه که خیلی راحت منتقل میشه. تو هر رابطه جنسی شما فهم میکنین که احتمال انتقال HIV چقدره؟ HIV که منجر به ایدز میشه. نمیدونم. 0.04% زیر 1% احتمال انتقال HPV 100%. یعنی تماس پوست با پوست در نواحی تناسلی هم باعث انتقالش میشه. رو باروری خیلی تاثیر میذاره و مهمترین نکته اینه که عامل اصلی سرطان هایی مثل دهانه، رحم، زبان، حلق، گلو، مقعد، آلت تناسلی. و یه تفاوتی که وجود داره اینه که HIV به قول این نکته که شما میگین که بار علمی داره سخت‌تر منتقل میشه، اما خیلی سخت‌تر منتقل این ساده‌تر منتقل میشه، اما تنوع در واقع تایپ ویروس داره. بله، حدود 100 تا. یعنی خب HIV رو میدونیم که خطرناکه، توی مسیر قرار میگیره. البته الان برای درمانش فکرهایی شده در دنیا. بله. و در کشور ما هم داره کار میشه. HPV خیلی شیوعش راحت تره، که حالا نکاتی داره که بحث ارتباط جنسی هست، حتی چیزی ممکنه مثل استخر و آب آلوده باشه، نمیدونم لیزر باشه، التهاب پوستی باشه و موضوعاتی از این دست. شدت ما در خطریم. یعنی واقعا الان در آمریکا، در خیلی از کشورهای که بزرگترین دغدغه های بشر اپیدمیه بیماری های این آماری که من گفتم آمار درستی بود راجع به آمریکا؟ 100 نوع ویروسه که چند نوعش عامل سرطان ها هستش. از هر 2 نفر در آمریکا میگن یک نفر حداقل یک بار در زندگیش از این 100 نوع ویروس حامل یکیش هست. حالا اما بیشتر از 100 نوع ویروس کشف شده که الزاماً این 100 تا خطرناک منجر به سرطان بشه نیست. بله. تا الان 2-3 تاش یه ذره ممکنه خطرناک بشه. بله. درسته؟ سال 2000